مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. چه مسلمونیه که خون انسان ها رو حلال رو بده نامشروع سببش خود خون ها داره. نه به نظر من ما اسلام و کلا درست دین برای روی منبر به جواب اجباری برای زندگیه. 100 هزار سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما. سلام دوستای عزیز، از کافه نور با شما هستیم. خیلی خوش اومدید به کافه نور. امشب هم با یک موضوع دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امشب ما با توجه به موقعیتی که الان پیش اومده برای ایران و اون هم بحث بحران اقتصادی و شروع تحریم هاست، امشب میخوایم در مورد ترک وطن با شما عزیزان حرف بزنیم. چه چیزی باعث میشه که مردمانی که در ایران زندگی میکنن سرزمین مادری خودشون رو ترک کنن و مجبور بشن به خارج از ایران مهاجرت کنن و اصولا چه کسانی مهاجرت میکنن و آیا این روند مهاجرت تازگی ها شروع شده، از اول انقلاب بوده، روندش چجوری بوده، آیا سیر نزولی داشته، سیر صعودی داشته یا نه. امشب انشالله این برنامه رو دنبال کنید تا این موضوع ها رو با هم بررسی کنید. بله، منم اینو کسان گرفتم که در واقع جلوتو نگیره. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بیننده که مسافر میگه برو مرتک درست شده است. بله، چرا ما ایرانی‌ها اینقدر دوست داریم مهاجرت کنیم؟ چی داره ایران که هم خانه‌اش فرار کنن؟ چیه که تمام کشورهای دنیا تبعید میکنن توی مواردی که یه نفر نقض قانون کرده یا میخوان اذیتش کنن یا میخوان زجرش بدن میفرستنش یه بلاد دیگه، یه کشور دیگه؟ ما ایرانی ها رو نه، ممنوع خروج میکنن، میگن باید اینجا بمونی، حالا که این کار بد رو انجام دادی اجازه نمیدیم که از کشور فرار بکنی. چرا ما ایرانی ها انقدر جوک داریم برای اینکه بخوایم از کشور فرار بکنیم و انقدر از کشور فرار کردن؟ چرا ما جزو کشورهای بالای آماری هستیم که تلاش میکنن از کشور خودشون فرار کنن، مهاجرت کنن، به یک جای دیگه برن؟ همه اینها رو انشالله امروز در موردش صحبت خواهیم کرد بیشتر و بیشتر و بیشتر و از نظر آماری مورد بررسی قرار میدیم. همچنین چه علتها رو به ترتیب مورد بررسی قرار میدیم و شما عزیزان بیننده که میتونید تماس بگیرید آیا اگر این امکان براتون وجود داشت که از کشور مهاجرت کنید مهاجرت میکردید یا نه. یکی از سوالاتی است که امروز براتون پخش میکنیم و یک در واقع تو صفحه تلگرام شبکه جهانی نور هم میذاریم یه پرسش در این مورد، ببینیم که کی میخواد دوست داره مهاجرت بکنه، کی میخواد مهاجرت نکنه. از طرف دیگه یه مقدار برگردیم به اوایل انقلاب. اگر قبل از انقلاب که چاله اوایل انقلاب هم بخوایم بگیریم، یه موجی در بین ایرانی ها بود که کسی که میخواد از ایران بره یه جوری شاید شرم و خجالت و اینکه نمیخواد به کشورش خدمت کنه، میخواد فرار کنه بره یه کشور دیگه، میخواد مهاجرت بکنه در یه کشور دیگه پناهنده بشه، یه قبحی داشت. بالاخره این قبح هنوز خیلی از کشورها وجود داره درش. اما الان ببینیم که اصلا یه دونه افتخاره، یعنی یه نفر که میگه آره من دیگه دارم تلاش میکنم که برم مثلا امریکا، برم کانادا، برم کشورهای اسکاندیناوی، یه جور من انقدر دیگه پرستیج دارم، انقدر توان دارم، انقدر میتونم که دارم اینجور تلاش رو میکنم. چی شده که اینطوری اتفاق افتاده؟ اول از همه یک یه ویدیو میگیریم برای اینستاگرام. سه دو دوست عزیز از کافه نور با شما هستیم. موضوع امشب ما در مورد ترک وطن و مهاجرته. آیا شما تا حالا با توجه به مشکلاتی که براتون پیش اومده به فکر این افتادید که از منطقه خودتون، از ایران، از کردستان، از بلوچستان هجرت کنید و به خارج از سرزمین خودتون برید؟ دلیلش چی بوده و آیا تا حالا این کار رو انجام دادید یا نه؟ زیر همین پست نظر خودتون رو بنویسید. اگر میتونستید این کار رو انجام بدید، اگر میتونستید مهاجرت بکنید، مهاجرت میکردید یا نه؟ چرا؟ با توجه به اینکه موج جدید تحریم ها و این استرسی که در میون ایرانی ها از نظر رفاه و آینده مالیشون وجود داره، لطفا برامون کامنت بذارید، نظر خودتون رو بگید. چرا ایرانی ها اینقدر میخوان مهاجرت بکنند؟ شما هم اگر میتونستید مهاجرت میکردید یا نه؟ کامنتاتون خوب نمیشه توی برنامه. متشکرم. خب از ابتدای برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید، از طریق شماره تماس برنامه و همچنین شماره واتساپ میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید.
موضوع بسیار موضوع حساسیه، چون طبق آمارهایی که هست که انشالله بیشتر در مورد آمارها هم حرف میزنیم، بیشتر افرادی که از ایران خارج شدن افرادی بودن که به لحاظ تحصیلات بالایی داشتن و یعنی یه جوری میتونیم بگیم افراد نخبه و تحصیل کرده و کسایی که میتونستن اگر میموندن و اگر شرایط مهیا میبود میتونستن به کشور خودشون، به منطقه خودشون، به شهر خودشون خدمت بکنن، اما خب ناچار شدن بر حال ترک وطن بکنن و تمام مشکلات مسیر و همه چیز رو به جان خریدن تا اینکه بتونن به کشور دیگه برسن و اونجا از نو زندگی رو شروع کنن. بر حال منتظر تماس شما عزیزان هستیم. خب اگه بخوایم یک تاریخچه ای از مهاجرت بررسی کنیم، ببینیم از کی اصلا این مهاجرت یا ترک وطن در ایران شروع شده، من کاری به قبل از انقلاب ندارم، از بعد از انقلاب شروع میکنیم. از زمانی که انقلاب 57 به پیروزی رسید، بلا فاصله تمام کسایی که در این انقلاب شریک بودن و انقلابی که تمام اقوام و ملیت‌ها و افکار حتی داخلش شریک بودن و تونستن این انقلاب رو به ثمر برسونن، خب حزب جمهوری اسلامی ایران اومد بعد از به قدرت رسیدن تمام این گروه‌ها و افکار و اقوام و اقلیت‌ها رو نماینده‌هاشون رو حذف کرد. اونایی که تونست فوراً اعدام کرد، اونایی که تونست زندانی‌های طولانی مدت بهشون داد و اونایی هم که تونستن بر حال مجبور شدن از کشور فرار کنن و بر حال به خارج از کشور پناهنده بشن. از همون ابتدا این موج مهاجرت در ایران شروع شد، یعنی از به جرأت میتونیم بگیم از سالهای اول انقلاب و روزهای اول انقلاب موج مهاجرت در ایران شروع شد، چون یک سیستم ایدئولوژیک اومده بود سر کار که فقط تنها فکر خودش رو قبول داشت و تنها میتونست بهتر بگم جلوی پای خودش رو ببینه و یعنی هیچ فکری برای آینده جامعه و اینکه بگیم با افرادی که باهاش بودن در این راه مبارزه نداشت، فقط خودش رو قبول داشت و فقط خودش رو میدید. پس موج اول مهاجرت ها در ایران برمیگرده به کسایی که به نوعی سیاسی بودن، به نوعی وابسته به گروه ها و احزاب سیاسی بودن که در جریان انقلاب هم فعال بودن، در قبل از حکومت بگیم جمهوری اسلامی ایران هم باز این افراد فعال بودن، فعالیت های سیاسی داشتن و زمانی که انقلاب شد از این افراد استفاده ابزاری شد برای اینکه انقلاب رو به پیروزی برسونن و بعد شروع به حذف این افراد کردن و اولین موج مهاجرت ها کسایی بودن که بر حال سیاسی بودن و به نوعی از کشور خارج شدن تا بتونن جون خودشون رو نجات بدن. یه آماری در مورد اینکه ایرانی ها چرا مهاجرت میکنن همین ابتدای برنامه بهتون بگیم، از نظر آمار ایرانی ها به چه علت هایی مهاجرت میکنن. آمارم دلیل خروج از ایرانه که خیلی کاملا واضحه، اگه تصویر رو ببینید به ترتیب اولین مورد یا بیشترین مورد که دلیل خروج از ایران هست کسب رفاه و درآمد مناسبه، یعنی برعکسش اینه که مردم ایران درآمد مناسب ندارن. همین مسئله مشکلات اقتصادی، موج جدید تحریم ها، فشارهایی از این قبیل دلیل اصلی مهاجرت ایرانی هاست. در واقع در رتبه بعدی 10% ایرانی ها به خاطر محدودیت های اجتماعی هست که مجبور میشن مهاجرت کنند. بعد از اون شاید نه اولین اون همونطور که میبینید 21% دسترسی و تحصیلات با کیفیت، دسترسی نداشتن به تحصیلات با کیفیت سبب میشه ایرانی ها از کشور فرار بکنند. فساد اقتصادی و اداری در ایران، بی عدالتی، درآمد پایین و نبود شغل مناسب جزئی از این هاست. محدودیت های اجتماعی در رده های بعدی قرار میگیره. تبعیت از افراد موفق و اوقلا یکی از اونهاست، کسایی که رفتن و موفق شدن. و بعد از اون دیگه چیزای دیگه می دسترسی به تحصیلات با کیفیت به دلایل خانوادگی، از قبیل استقلال خانوادگی، بعضی به خاطر سربازی اجباری که تعدادشون خلبت خیلی نیست، بعضی به خاطر محدودیت‌های سیاسی که 5% از کل مهاجرت‌ها رو در واقع تا
تشکیل میده. فرهنگ نامناسب شهروندان توی ایران یکی دیگه از عوامل هست که 7% هست و ناامیدی از اصلاح و بهبود مشکلات یکی از شاید یکی از چیزی که الان 9% توی این آمار و توی این در واقع جامعه آماری 9% بهش اشاره شده میتونه تقریبا روی همه اینها تاثیر داشته باشه. ناامیدی از اصلاح بهبود مشکلات، حالا این مشکلات میتونه مشکلات تحصیلی باشه، میتونه مشکلات اقتصادی باشه، میتونه مشکلات رفاه اجتماعی باشه، میتونه مشکلات جزی از مدیریت اجتماعی باشه، ولی خیلی جالبه که ناامیدی از اصلاح و بهبود مشکلات رو هم جزش گذاشته جزی از اونها. ما شاید یکی از دستایی که اختصاصی بتونیم قرار بدیم اصلاح طلبانی هست که دیگه فکر میکنن جایی برای اصلاح وجود نداره و تنها راه یا فرار و یا براندازی. دقیقاً، و ما میبینیم یعنی حتی در بین خود کسایی که جز اصلاح طلب ها بودن و زمانی سنگ نظام را به سینه میزدن، الان خیلی هاشون به هر حال از ایران خارج شدن و در خارج از ایران به سر میبرن. بعضی هاشون خب فعالیت های سیاسی دارن و بعضی هاشون هم نه، زندگی معمولی دارن و به هر حال کاری به کسی ندارن. پس برگردیم به مبحث اولمون، نبود فضای باز سیاسی میتونه یکی از دلایلی باشه در هر کشوری، و بحث ما در ایران نبود فضای باز سیاسی میتونه یکی از دلایل مهم باشه که انسانها به این فکر برسن که بخوان از اون کشور و از اون منطقه هجرت کنن. به صورت کلی من بگم فضای باز سیاسی میتونه، این رو در کشورهای آزاد تجربه کردن، میتونه باعث رشد و شکوفایی اون کشور بشه. الان ما در کشورهای اسکاندیناوی، در اروپای غربی، در امریکا خب میبینیم افراد با تفکرات سیاسی مختلفی وجود دارن، در حال رقابت هستن و تبادل آرا میکنن و این باعث میشه که جامعهشون به لحاظ فکری رشد کنه و از اون حالت تک قطبی بودن خارج بشه. شما نگاه کنید مثلا در کشورهای آزاد هر حزب و گروهی میتونه برای خودش یک رسانه داشته باشه، میتونه تلویزیون داشته باشه و از این رسانه و منبر افکار و عقاید خودش رو منتشر کنه. اما در ایران بعد از 40 سال هنوز که هنوز صدا و سیما زیر نظر خامنه‌ای، زیر نظر شخص خود خامنه‌ای، حتی ارگان‌های دیگه هم زیر نظر شخص خود خامنه‌ای، رئیسش رو باید خامنه‌ای تعیین کنه و دیگه فکر کنم همه ماجرا دستتون اومده باشه. و وقتی جامعه تک قطبی بشه دیگه ما نباید انتظار پیشرفت رو داشته باشیم، نباید انتظار اینو داشته باشیم که اون جامعه به لحاظ سیاسی رشد کنه. و تنها چیزی هم که رشد سیاسی که الان در ایران اتفاق افتاده، افرادی مثل آقای روحانی که یک زمانی خودشون از اصولگراهای دو آتیشه بودن و میگفتن باید افراد مخالف نظام علناً اعدام بشن و فلان بشن، این افراد میان میشن اصلاح طلب. یعنی این دیگه اوج شاهکار این حکومت‌های تک قطبیه. نبود فضای باز سیاسی دلیلیه برای اینکه انسان‌ها مهاجرت کنن. بریم اگر موافق باشید اول میان برنامه رو ببینیم، برمیگردیم در مورد صحبت می‌کنیم. اتاق فرمان اگر میان برنامه شماره 1 رو آماده دارید که مصاحبه هست، بریم که ببینیمش. بله، کلیپی رو که معاهد آماده کرده پخش کنیم. میراث آلبرتا رو شنیدید؟ میراث؟ نه متاسفانه. نه. میراث آلبرتا؟ نشنیدم. بله بله. بله. دیدم دو قسمت بود. چیزی نشنیدید؟ نه. من شنیدم. شما شنیدید؟ آره، یه مستند بود که ساخته بودن در رابطه با ایرانی‌هایی که در خارج از کشور تحصیل می‌کردن یا به هر نوعی مهاجرت کرد. خوب بود مستند؟ بله خیلی خوب بود. اگه خوب بود چرا به ایشون نشون ندید؟ ارتباطی نداشتیم که بهشون نشون بدن. چشم و گوش بچه ها رو باز میکنه. تای قبلی رو دیدید شما؟ بله بله. چشم و گوش شما باز شد؟ بله. شما تصور کنید که شرایط مهاجرت به خارج از کشور برای شما تمام و کمال مهیا باشه، هیچ مانعی وجود نداشته، کدوم گزینه انتخاب میکنید؟ به خاطر بچه‌هام یک. مهاجرت یک. حتما امتحان میکنم. خیلی سخت انتخابش. مهاجرت. من موندن تو ایران. خدا رو شکر یکی تو میمونه. مهاجرت. مهاجرت. موندن در ایران. کسی که عقل سالم داشته باشه مهاجرت رو انتخاب میکنه. ترجیح میدم بمونم چون شرایط کاری اینجا خوبه و اوکی ام. ممکنه برای یه مقطعی برم، ولی قطعا ادامه زندگیمو ترجیح میدم تو ایران بمونم. این اونجا مزهش میره، زیر زبونت میمونه. اینجا که الان هستم به کارهایی که من میکنم ارزش نمیده. تا پارتی نباشه
نمیتونن استخدام بشن. اگه من بخوام برم اون یکی بخواد بره، خب دیگه کی بیاد پای مشکلات وایس؟ کشورت اینجاست، خانوادت اینجاست، اونجا شهروند درجه 2 همه چی دست به دست هم میده. کرونی، تورم، اون مقالهایی که ما داریم مینویسیم و روش کار میکنیم واقعا به درد الان ایران نمیخوره. برای دوره دکترا من ترجیح میدم که خارج از کشور باشه. خارج از کشور که باشه به عنوان یه شغل، به عنوان یه منبع درآمد بهش دیده میشه. اینجا فقط عمر تلف میشه بدون اینکه هیچ درآمدی داشته باشی. اگر همین دانشگاه تهران رو بیاین میبینید چقدر دانشجوها هستن که میان ریزه نمرات تایید شده و به زبان خارجیشون و انگلیسی رو میگیرن که ارائه بدن برای پذیرش. بیشتر این افراد خواهان این بودن که مهاجرت کنن و این خیلی جالبه. و یک نکته جالبی هم که یکی از همین به هر حال افراد تو این مصاحبه گفت، اونم این بود که گفت اونجا ما رو، یعنی در کشورهای غربی ما رو به عنوان شهروند درجه 2 حساب میکنن. این به هر حال شخص نمیدونم یا نمیدونه شهروند درجه 2 چیه، یا اصلا اطلاعی از ایران نداره، یا واقعا نمیدونم بگم فکرش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه چی. حالا ظاهرا انسان تحصیل کرده و با شخصیتی هم بود. اما خب نگاه کنید، من در مورد شهروند درجه 2 بودن یه چیز ساده رو بگم. یک اهل سنت طبق قانون اساسی نمیتونه خیلی از پست‌های کلیدی رو در ایران صاحب بشه. نمیتونه رئیس جمهور بشه. نمیتونه استاندار بشه. این تو قانون اساسی اومده. یعنی باید حتما شیعه اثنی عشری باشه. حالا یک شهروند اهل سنت میاد هندی پاکستانی، میاد تو انگلستان شهردار میشه. خب من خیلی از افراد کرد رو میشناسم که در نروژ، در سوئد وارد پارلمان شدن و شدن نماینده سوئدی ها، شدن نماینده نمیدونم نروژی ها. الان اینا شهروند درجه 2 شدن؟ نه. پس حرف این بیننده، من فقط خواستم یکم روشن کنم بحثو، واقعا بی اساسه، واقعا بی اساسه. و مردم، حالا این مصاحبه که درست شده خب با اجازه مقامات دولتی هم درست شده و معلوم نیست چقدرش هم کات شده و چقدرش هم حذف شده، اما دقت کنید مردم واقعا از ایران زده شدن به هر دلیلی. هر کسی، یکی بنابر دلایل تحصیلی، یکی بنابر دلایل شغلی، یکی به خاطر تربیت بچه‌هاش، میخوان از ایران خارج بشن چون میدونن حکومت چه بلایی سر مردم آورد. ببینیم این آمار رو کاکستان جان، قبل از اینکه تماس‌ها رو هم وصل بکنیم این آمار رو میگیریم. سوال ما هم دقیقاً همین است که آیا میخواید از ایران مهاجرت بکنید یا نه، اینکه چرا میخواید ایران رو ترک بکنید اگر واقعا میخواید ترک بکنید. آمار از 100,000، 200,000، 300,000، 400,000 کاملا مشخصه. سمت چپی آبی کمرنگ تعداد مهاجران تحصیل کرده سال 2001، دومی 2011 هست، یعنی 7 سال قبل. کاملا خیلی نکته جالب اینه که ما در صدر توی این آمار، در صدر کشورهای مهاجرت کننده قرار داریم. ایران اوله، بعدش مراکش از همون سال 2001 بالا بوده، الان دیگه سال 2011 دیگه خیلی بالاتره تعداد کسانی که مهاجرت کردن. مهاجرت فقط مهاجران تحصیل کرده هستن اینها، یعنی مهاجرانی که فرار کردن از فقر و بدبختی، تونستن از کشور در برن به قاچاق و اینا، جزشون حساب نمیشن. بعدش مراکش، الجزایر، مصر، عراق، لبنان، تونس، سوریه است، عربستان، اردن، سودان، کویت، یمن، امارات و بحرین و قطر، همینطور کشورهای منطقه رو بیشتر مورد بررسی قرار داده که تا اومده پایین. از سال 2001 اگر بگیرید ما در صدر بودیم، هیچ کشوری بالاتر از ما نبوده. الان سال یعنی اون موقع سال 2011، 7 سال قبل هم باز ما در صدر هستیم که هیچ کسی بالاتر از ما نبوده. در اون نقطه هم که کشیده برای هر کشور نرخ خروج مهاجران تحصیل کرده است تو سال 2011 که کاملا مشخصه. و اینکه چرا ما مهاجرت میکنیم، اولین طبق آمار اولین علتی که ما ایرانی ها از کشور فرار میکنیم به خاطر نبودن آینده‌ای روشن، چه از نظر رفاهی و اقتصادی برای ایرانی ها، چه از نظر آینده شغلی و چه از نظر سیاسی برای ایرانی ها. به خاطر اینکه آینده روشن وجود نداره، ایرانی ها از کشورشون فرار میکنن. این مخالف هست با خیلی دیگه از کشورها که دلایل مهاجرتشون فقر شدیده، اینکه فقر
واقعا فرار میکنن، مثلا کشوری که از اتیوپی میرن به کشور اسکاندیناوی، کشورهای فقر زده قحطی زده افریقایی وقتی مهاجرت میکنن به کشور اروپایی خودشون میرسونن، حاضرن چند نفر بمیرن، یا کشورهای جنگ زده که همین اتفاق براشون اتفاق میفته و پیش میاد، کاملا مخالف با چیزی که ایرانی ها به خاطرش فرار میکنن از کشور، که اون ما نه جنگ الحمدلله دوچار شده کشورمون و نه فقر به اون مقداری که در افریقا وجود داره و خوشسالی و قحطی. خب اگه اجازه بدید اولین تماسمون رو بگیریم، از خمین آقای خالد در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، با تشکر از برنامه خوبتون. و علیکم السلام، موضوعی که باشه برنامه‌تون خیلی جالبه. من خودم الان 10 ساله که عقیدم عوض شده و کار دین انجام میدم، یعنی واقعا ایران مرگ بهتره زندگی تو ایران برای من. بله واقعا الان مثلا که کون میخوری اعتراض میخواد آقا فلانجا فلان حرف زدی، چرا در رابطه با دین هست، چرا در رابطه با صحابه هست. یعنی واقعا الان من 10 ساله یک بار میرم تو سیستان بلوچستان فوری میرم تو خوزستان میخوانم آقا چرا فلانی فلان سنی دوست داشته، چرا فلانی با در تماس میباشه. یعنی آقا من نظر عقیدم با ایشون مشترکم، دوست دارم عقیده شما را بپذیرم. میگه نه، من بارها رفتم به پاسخ ها شما چرا دعوت امامت اینجور فکر میکنید، از من دعوت گفتن آقا هیچ نماز جماعتی نرم هیچ جمعه. خب وقتی انسان عقیدش آزاد نباشه، نتونه من بخوام دست بستر، من همون چیز مهمان داشتم دست بسته نماز خوندم، خدا را دیدم مهمان ها همه چپلگه نگاه میکنن که آقا این چی شده، عمری شده. حالا که نمیگه که آقا این عقیدش درست به اون خبر هم نداره. و متاسفانه مردم ایران هم حالا داره مهاجرت هم که میکنن اکثرا به خاطر مادیات، مادیات فشاری به مردم آورده که داره واقعا کمر همه خورد میشه. درسته، یعنی من یک رابطه برای سخت خوب استفاده میکنم 1500 تومان بوده، هفته من تقریبا 15000 تومان هم برابر قیمت بالاتر رفت. ماشینی که من تامین دیروز تامین کردم قبلا با 120 تومان 130 تومان تامین شده، الان 1,000,000 تومان برای من هزینه همون تاکسی بود که دستم. یعنی واقعا طور فشار ارتفاعی شده که هر کس فرانسه رو رفته، الان خیلی از فامیلام رفتن ترکیه و اونور خونه خریدن و موندن. درست، ولی من خودم به شخصه اگر بتونم، من مکه رفتم، من خواستم عربستان بمونم، اما جب بمونم چند سال پیش واقعا کاش مونده بودم، اشتباه بودم، اشتباهی بود برگشتم، چون حداقل میتونستم اونجا نماز جماعت درست بکنم. خیلی ممنون آقا خالد عزیز، فرمایش شما کاملا درسته و متاسفانه وقتی فضای باز عقیدتی هم نباشه ما شاهد این مشکلات هستیم. و همونطوری که خدمتون عرض کردم، ما با یک حکومت ایدئولوژیک تک قطبی مواجه هستیم که فقط و فقط خودش رو قبول داره، فقط و فقط فکر خودش رو درست میدونه و بقیه رو باطل میدونه، و برای همین داره مبارزه میکنه، تلاش میکنه و این فکر رو به هر حال به کشورهای مختلف میفرسته و نتیجهش رو میبینیم. اما واقعیت امرم همین، اتفاقا بیننده عزیزی هم برای من واتساپ فرستاده بود و نوشتن که همونطوری که مستحضر هستی در برخی از آیات و احادیث از هجرت و مهاجرت به عنوان درمان، به عنوان راه حل مشکلات و رهایی از تنگناها و معاصی یاد شده است، اما متاسفانه منابر و تریبون‌های دینی از این دیدگاه کمتر به موضوع مهاجرت پرداختند. دقیقاً درسته، ما شاهد این هستیم. اگر به زندگانی صحابه بزرگوار نگاه کنیم، می‌بینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش هجرت کرده، صحابه رو فرستاده به حبشه، صحابه هجرت کردن و این میتونه یک راهکار باشه برای اینکه انسان عقیده خودش رو حفظ کنه. اما در مقابلش ما میبینیم الان به خاطر وضعیت معیشتی که الان به وجود اومده در ایران، واقعا مردم ناچار هستن، واقعا ناچار هستن، باید هجرت کنن و باید ناخواسته بدون اینکه یعنی رضایت قلبی هم داشته باشن مجبورن وطن خودشون رو بر حال ول کنن و برن به دیار غربت. مرحله دوم هجرت و مهاجرت و ترک ایران تقریبا میتونیم بگیم در دهه 70 اتفاق افتاد که اوج اختلافات داخلی بین خود نظام بود و شروع کردن به حذف داخلی، و در این میان افرادی از ملی مذهبی ها و حتی کسایی مثل اکبر گنجی و به هر حال افراد دیگه، حالا من نمیگم ایشون ملی مذهبی بوده، ولی در کل افرادی مثل این شخصیت ها مجبور شدن از ایران خارج بشن که قبلتر باز هم اینا جز نظام بودن اما
به خاطر تنگ نظری ها این افراد هم باز نتونستن در داخل ایران بمونن و این یک موج دیگه ای از مهاجرت ها بود که انشالله باز بیشتر در موردش حرف میزنیم. اگر موافق باشید یکی از سختی هایی که مهاجرها میکشن برای اینکه از کشور فرار کنن، این رو به خصوص برای نسل جوونی که توی ایران بالاخره توان کار داره، اینا وقتی میرن کشورهای اسکاندیناوی، کشورهایی که تو اروپا هستن، از ایران خیلی راحت‌تر از کسانی که سنشون بالاست اینا رو جذب میکنن چون نیروی کارن. شما فکر کن چقدر اینا سختی تو ایران میکشن که برای مهاجرت کردن خودشون رو به جنگل میزنن. ما الان تو این مستند میبینیم که انگار خودشون به قول خودشون میگن گیم بازی میکنن، یعنی اینکه میرن خودشون مثل یک کسی که برای بازی میکنه خودشون رو میزنن، یا پلیس میگیرتشون، یا اینکه اتفاق براشون میفته، یا اینکه بالاخره رد میشن و از اونجا فرار میکنن. ما تنها کسانی که داریم گیم میزنن الان برای اینکه بتونن از کشورشون فرار کنن، سوری ها هستن، عراقی ها هستن در مناطق جنگ زده شون، کسایی که دارن یا میمیرن یا اینکه میرسن به یک کشور دیگه که بتونن در اونجا زنده بمونن. و شاید جالب ترین اشخاص در بین اینها ایرانی ها باشن که از کشورشون به این شکل حاضرن مهاجرت بکنن. بخشی از این مستند رو ببینیم، پناهجویان ایرانی در سربستانه که به اسم بلیت یک طرف است. مستند کاملش رو نمیتونیم چون طولانیه، نمیتونیم براتون کامل پخش کنیم، اما بخشی از صحبت ها رو میبینیم توی این مستند. به این نکته دقت کنید که چقدر سختی میکشن برای رفتن به اروپا، خودشون با چه وضعی به سربستان میرسونن و سربستان الان به خاطر همین وضعیت ویزای در واقع مهاجرت بدون ویزا یا سفر بدون ویزا برای ایرانی ها رو کنسل کرده. ببینیم، خواهش میکنم. هیچ کسی راضی نیست که اینجا بمونه. نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا میترسه؟ الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجویی که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم. پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم. هیچی به ما نمیده. بسیاری تصورات متفاوتی از مهاجرت داشتند و حالا با واقعیت ها روبرو شدند. پس از هفته ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به سربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در اونجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بدشون در اونجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت سربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. سربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمی‌خواهد. حالا ایرانی‌های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثراً قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثراً میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدیم. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده. شب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام اگه قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم. تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟ نکردم. ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟ میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم. چجوری میخواین اونجا برین؟ بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده. خب شما ویزا ندارین که؟ ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی. سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن و تو ایران شرایط هم خوب نبودش، الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال. اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود.
حالا یک ماه و نیمه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر یه نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پول آزاد میکنه. لوکیشنشون رو میفرستن پول آزاد میکنه. چرا شما این مسیر رو انتخاب کردین، این راه رو انتخاب کردین؟ ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه ای نیست. منم مجبوراً این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم برم. و الان میخوام این آلمان انشالله. چرا آلمان؟ خب عزیزان میتونید این مستند رو به حال در شبکه‌های اجتماعی کاملش رو ببینید. من یکی از دوستای خودم که جز زندانیان اهل سنت بود، متاسفانه چندین بار ایشون رو بازداشت کردن و بیگناه هم بود، واقعا بیگناه بود چون من ایشون رو میشناختم و بار آخر یعنی انقدر در تنگنا قرار گرفته بود و انقدر زیر فشار بود، اومد ترکیه و از ترکیه با قایق، شما تصورش رو بکنید، مردم تا یونان میرن چقدر یعنی با ترس و لرز و فلان و اینا، ایشون یه مسیر پرخطر رو انتخاب کردن با قایق از ترکیه تا ایتالیا، 5 روز توی دریا بودن، الحمدلله به سلامت رسیدن و از ایتالیا به هر حال به کشور مقصدشون رفتن. اما من ازش پرسیدم واقعا، گفتم چجوری جرأت کردی این کار انجام میدی؟ گفت یا یعنی با این نیت رفتم، گفتم یا من تو این مسیر میمیرم یا میرسم، چون اگه برگردم ایران باز زندان و شکنجه و تعذیب و واقعا مردم ناامید شدن و امیدی هم به اصلاح نیست. بس اینه، مردم ناامید شدن. شما به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عقیدتی، به لحاظ سیاسی، از هر نظری شما بخواید جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار بدی، متاسفانه میبینیم که با شکست مواجه شدن، سیاستاشون با شکست مواجه شده و تنها کسایی هم که دارن ضرر میکنن این وسط مردم بیچاره هستن. واقعا مردم دارن ضرر میکنن. یکی از مشکلات اساسی که ما در ایران داریم برمیگرده به همین مهاجرت نخبه ها. بیشترین آمار مهاجرت نخبه ها مال ایرانی هستن. وقتی نخبه ها از کشور خارج بشن، افراد غیر متخصص میان روی کار، و وقتی افراد غیر متخصص بیان روی کار، نتیجهش این میشه، وضعیت کشور این میشه. ما چقدر دکتر و مهندس و نمیدونم استاد دانشگاه و انسانهای تحصیل کرده داریم که در دانشگاه اروپایی و امریکایی و کانادایی دارن تدریس میکنن، چرا نباید این افراد بیان در منطقه خودشون، در شهرهای خودشون آزادانه بتونن خدمت کنن به جامعه خودشون؟ چرا؟ یک مانع وجود داره، جمهوری اسلامی ایران. چند از کامنت‌های شما را عزیزان می‌خونیم. دلیل مهاجرت ایرانی‌ها چیه؟ اگر شما بودید می‌تونستید مهاجرت بکنید، یا اگر می‌تونستید مهاجرت کنید مهاجرت می‌کردید یا نه؟ بله اگر می‌تونستم مهاجرت می‌کردم. دوست دیگه ای گفته بله به دلیل بی‌عدالتی که در ایران است در زمینه تحصیل، شغل، کسب و کار، موقعیت اجتماعی و غیره، هیچ کس به اندازه تلاش و زحمتی که میکشه نتیجه نمیگیره. متاسفانه در همچین زمینه، چه تحصیل چه کسب، در هر زمینه ای، چه تحصیل و چه کسب و کار و غیره. بیکاری، تورم، اگر میتونستم و پول میداشتم حتما مهاجرت میکردم. کریمی گفته 100%. دوست دیگری گفته هیچ وقت کردستانم رو رها نمی‌کنم، در سخت‌ترین شرایط کردم و کردستانی، انشالله آخوندهای پول پرست رو از کردستان بیرون خواهیم کرد. دوست دیگری گفتن بله مهاجرت می‌کردم. دوست دیگری گفتن سلام راست، آقای یاسین گفتن سلام راستش درسته اینجا وضعیت خیلی نامساعد و بده، ولی راستش من مهاجرت نمی‌کردم. من الان بلوچستانم، جایی که بیشترین بی‌عدالتی و ظلم میشه و هر روز وضعمون بدتر از روز قبل میشه با این اقتصاد. بحث اقتصاد جدا روی ما فشار وارد میکنه، بحث ظلم و نابرابری و تبعیض جدا. با این حال من نمیخوام مهاجرت کنم، میخوام حتی اگر کشته هم بشم همینجا کشته بشم و فقط یک نقش کوچیک تو بهتر کردن وضعیت استان بلوچستان داشته باشم و برادرانم کمک بکنم. یا با هم میمیریم یا با هم پیروز میشیم.
دوست دیگری گفتن که 100% آقای ابراهیمی یا خانم ابراهیمی گفتن بله 100% مهاجرت میکردم با این همه بدبختی. خانم فاطمه گفتن دلیل مهاجرت خیلی ها اقتصادیه، ولی من اگر میتونستم میرفتم، چون دیگه از این همه دخالت کردن بقیه توی زندگیم و اینکه اجازه نمیدن زنده باشه انسان و با حال خودش باشه، حالا داره از این به هم میخوره. چقدر دخالت به بهونه دلسوزی، چقدر محدودیت به بهانه جامعه، چقدر زندگی نکردن چون بقیه حرف میزنه و وضعیت فرهنگی اینجا هم مثل اقتصاده به خط فقر میرسه متاسفانه. دوست دیگر هم گفتن سلام علیکم، اگر میتونستم چرا که نه با این کنکورشون تحریما رو کجای دلمون بذاریم. اون هیچی، این قیمت کتاب های تستا و فلان و این حرفا که آیا قبول بشم یا خیر، آینده شغلی که دیگه حرفشو نزن، البته رفتم به کشور دیگه هم اگر میشد سرمایش به کنار، آینده شغلی دونجا باز بلای جونت میشه واسه اونا که حالا شغلشون آزاده مثلا فلان. همیشه فکر میکردم برم خارج گارسون میشم، اصلا هیچ جا کشور خود آدم نمیشه، فقط کاش زودتر حکومت خوبی بیاد کار از این فلاکت آزاد بشیم. اولش شروع کرد گفت میخوام مهاجرت کنم، آخر سر پشیمون شد. خیلی تا گارسون شدن تو کشور بیگانه هم رفت، آخر سر میگه نه هیچ جای کشور خود آدم نمیشه. چی میگی پس کنکور چیکاگو جای دلمون بذاریم؟ ولی خب امیدوارم بتونیم تو کشور خودمون اونطوری زندگی بکنیم که امکان زندگی کردن حداقل وجود داشته باشه برامون. یکی از حالا به صورت کلی یکی از دلایلی که به هر حال باعث میشه مردم مهاجرت کنن نبود کاره. بل. این مهاجرت میتونه از یه شهر به شهر دیگه هم باشه، اما خب در ایران به خاطر مشکلات اقتصادی زیادی که وجود داره متاسفانه خیلی از افراد حاضرن مهاجرت کنن. یک کلیپی رو الان میبینیم از کردستان عراقه، نمیدونم بگم در داور سخت چیه، حالا خودتون دیگه هر اسمی رو روش گذاشتید. الان در حال حاضر 2000 فقط دختر ایرانی در کردستان عراق مشغول بکار هستن که اکثرا هم فارس هستن و فقط در یک شهر کوچیک اسمش سورانه در کردستان عراق، یک شهر کوچیکه، 200 تا دختر ایرانی فارس، متاسفانه یا خوشبختانه شو کاری ندارم، فقط در این شهر کوچک 200 تا دختر ایرانی 50 تا محل حالا مصرف کردن قلیون دست این 50 دست این 200 تا دختره. حالا کلیپ رو ببینیم بعد برمیگردیم. یه نکته رو بگم، صدای کارکسان رو باز بذارید، میتونید ترجمه کنید چون کردی صحبت می‌کنه. صدای کارکسان بازه و کارکسان ترجمه می‌کنه. این قبلش اینو بگم، این گزارش رسمی شبکه، یکی از شبکه‌های کردستان عراق، شبکه رودا و شبکه معتبری از اداره مهاجرت کردستان عراق چیز کرده. بریم ببینیم. زنی دست حقیقتاً وای کردو روزانه ماری و سنیل ایران و رول کنه باشوری کردستان. میگه مشکلات اقتصادی باعث شده که تعداد زیادی از دخترها مهاجرت کنن به کردستان عراق، در مقابل ماهانه 300 دلار. ملای کشیدن قلیون رو چیز میکنه، اداره میکنه. من هاتو متیره کار بکم با اوی بتوانم خرجی خوم و خانواده کم دابین بکم. هرچند سخت بوکتی که تنها لولاتی که دیکه و عد بیتو لیره کار بکد. بلا مروف که ناچار بود دبید به دوی کارو پیدا کردنی نان بید. بالاخره آدم باید یه جوری بتونه خرجی خودشو بده. چی داشتی؟ به پی اماری نیشینگه و پاسپورت یهرمی کردستان زیادر لدو هزار کسی ایرانی لباشوری کردستان. طبق آمار اداره مهاجرت 2000 دختر ایرانی کار میکنن در اقلامی کردستان. در شهر سوران فقط 200 دختر 50 محل استعمال قلیون رو اداره میکنن. بود و زینوی کر حتومت حریمی کردستان. بینیم براستی شوینی کر و دتوانم کر بکم و پر پیدا بکم. لروی امن و عرانی شو زور باشه و رازیم. ششانی نرگله لحالت و با تدیارده چی برلاو. خب فکر کنم خیلی همه چیز واضح بود. 2000 دختر ایرانی، من کاری بازم به این بحث ندارم اینا پدر و مادرشون چجوری راضی شدن راضی نشدن، واقعا مشکلاتشون چی و اینا، اصلا بحث برنامه ما این نیست. اما اینا مهاجرت کردن، 2000 دختر مهاجرت کردن از شهرهای مختلف ایران، رفتن تو کردستان عراق کار میکنن، اونم چه کاری؟ در جاهایی که قهوه خونه ها به اصطلاح
دارن اونجا مدیریت میکنن و به حال صندوقدار هستن اونجا و جاهایی که قلیون مصرف میکنن. این وضعیت جامعه ماست، خیلی وخیمه، خیلی خطرناکه، خیلی وحشتناکه. بعد حالا یه سری بیان دیگه رگ گردنشون بالا بزنه و اینا، الان جاشه دیگه، نه جاهای دیگه. توی بین کسانی که حالا اینا به خاطر مشکلات اقتصادی یا قبلی هم که دیدیم مشکلات فشارهای سیاسی، مشکلات جناحی توی ایران مهاجرت کرده بودن، خیلی از تماس بگیریم یا من تماس میگیرم بعد تماس میگیرم، خیلی از کسانی که مهاجرت میکنن نخبگان هستن، نخبگان دانشگاهی در ایران، کسانی که مقام های بالای المپیاد های بین المللی رو میارن و فارسی زبان ایرانی هستن، از کشور فرار میکنن. بین 91 کشور دنیا ایران بالاترین آمار فرار مغزها رو از آن خودش کرده. براتون یه نکته دیگر، بین 150 هزار تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده از ایران سالانه فرار میکنن. 150 هزار تا 180 هزار متخصص تحصیل کرده، رتبه اول جهانی رو داره. 90 نفر از 120 تا دانش آموز المپیادی کشور در امریکا هستن. 90 نفر از 120 نفر طبق آمار سازمان های دولتی همین رو منتشر کردن، رتبه اول مهاجرت کسانی که المپیادی بودن در کل دنیا رو دارن. تو سال مؤسسه گالوب به سفارش سازمان بین‌المللی مهاجرت سال 2015 میل به مهاجرت رو در 156 کشور دنیا بررسی کرده. نتایج اون تو سال 2018 منتشر شده، کی؟ همین امسال. بنابراین گزارش در سال 2015 حدود 1,800,000 نفر از ایرانیان ابراز علاقه و تمایل به مهاجرت داشتن، که توی این آمار 400,000 نفر برای مهاجرت برنامه‌ریزی مشخص و کاملا سازماندهی شده انجام داده بودن و بقیه در حال آماده شدن برای مهاجرت بودن. حدود 1,000,000,000 تومان هزینه رشد تحصیلی یک دانش آموز در طی 12 سال، و با توجه به آمار مهاجرت تمام اینها، تمام این سرمایه، تمام این 12 سال زحمت، چه سرمایه های ملی، چه سرمایه های وقتی که خود اون شخص گذاشته، به راحتی از کشور خارج میشه و تحویل کشور دیگه داره. خب دوست عزیزی که داره با شماره واتساپ تماس میگیره با سه شماره آخر 646، لطف کنید با شماره لندن تماس بگیرید. به هر حال به لحاظ هزینه هم اون شماره برای شما بصرفه تره. این شماره فقط واتساپ 1042، با شماره 1042 تماس بگیرید. آقا محمد و از تهران در خدمتشون هستیم، بفرمایید. آقا محمد سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما. شما و برنامه خوبی که دادید، ما توفیق داریم همیشه برنامه شما رو پیگیر هستیم و برنامه رو میبینیم. ببینید ما مشکلات واقعا متعددی تو ایران داریم. حالا من نمیدونم چقدر با فضای ایران شما آشنا هستین. بله. چون الان فقط من شهر خودمون رو بگم، تهران. بله. ما صبح بلند میشی اصلا بری کار، من کار ندارم، کاراش حالا اصلا فاضل اونایی که میرن کار. بله. یه ترافیک شدید بوده شد. شما لباس سفید بپوشی شب باید بری همون لباسات کامل عوض کنی. خب بله. منتها ما اصلا وقتی یه مقایسه میکنیم با غرب، واقعا طور زمانه چه ها که این همه دارن علیهش حرف میزن اینجوری نبود. آقا مشکلات ما رفاه، امنیت، آرامش، ارضی، همه درد و صفا با هم دیگه زندگی میکردن. اما من خواهش میکنم از شما، واقعا الان دست رژیم چنج به شدت بالا گرفته. خب بله. و خیلی دارن کار، من خواهشم از شما اینه که اگر امکانش هست راست این آخر یه دفاعی یه چیزی راده که شاهزاده برگردن. ببینید ما واقعا مشکلات سرده اینجا کمر شکن، بحث فرار مغزا که اصلا بند انگشت مشکلاته. ای کاش فقط فرار مغزا. فرمایش شما درست آقا محمد، به هر حال این رو باید مردم تصمیم بگیرن، یعنی نه به پیشنهاد من، نه پیشنهاد آقا محمد شما و نه دوستای دیگه، این رو به هر حال باید مردم خودشون تصمیم بگیرن که کی رو میخوان و کی رو نمیخوان. و این چیزی که نکته ای که مشخص مردم میخوان این که رژیم چنج میخواد. دقیقاً این رو همه مشترکیم، این رو همه مشترکیم. و بس اینه که این یعنی حکومت خودش رو ثابت کرده، یعنی نیازی نیست که ما بگیم خوبه بده، نه خودش کارنامش الان جلو دست همه هست، همه میتونن از یک
دانش آموز ابتدایی گرفته تا یک استاد دانشگاه و اهل سیاست و عالم دینی و همه میدونن، همه جریان رو میدونن و برای همه مشخص شده. به هر حال خیلی ممنون آقا محمد عزیز. آقا طیب 39 ساله برای ما نوشته اگه اجازه بدن باور کنید من تحقیق کردم که نیمی از ایران میرن. نیمی از ایران الان من آمار بتونشم، آمار که همین الان من اول برنامه گذاشتم، آمار خیلی بیشتر از نیمه. همین اول برنامه گذاشتم برای شما یه پست اینستاگرامی، من از میگم مثلا چقدر تا آخر برنامه تقریبا شرکت کردن، چند درصدشون میخوام برن، چند درصدشون نمیخوام برن. شما فکر کن از یک کشور، شما میگید کشورت چقدر میخوای فرار کنی، چقدر نمیخوای فرار کنی. این طنز تلخ حسن ریوندی رو ببینیم با هم اگر موافق باشید. سالم بود اساس کشی داشتیم، منو جا گذاشتن. 6 ساعت بعد بابام افتاد برای جا گذاشته بود. برای اونم بله، من یه سر رو بله ببخشید ببخشید به قول دوستان بله علامت. خب این طنز رو دیدیم، یعنی این واقعیت تلخ جامعه ماست که به هر حال آقای ریوندی میگه ما رو به عنوان برده بفرستن خارج، هم ارز وارد میشه هم ما خارج میشیم، مشکلات دو طرف حل میشه. این واقعیت جامعه و مردم هم تشویق میکنن، یعنی واقعا مردم راضی هستن به این که باید از کشور خارج بشن. چرا؟ نه اینکه بدشون بیاد از کشور خودشون، نه اینکه بدشون بیاد از جایی که متولد شدن، نه بحث این نیست. بحث اینه آرامش فکری ندارن، وضعیت اقتصادیشون که میدونید چجوریه، وضعیت سیاسی که میدونید تو زندان ها چی میگذره، تو رجای شهر هر روز یکی رو اعدام میکنن، تو کردستان هر روز یکی رو از کول برا رو میکشن، توی بلوچستان وضعیت اینه، توی خوزستان وضعیت اینه، کارخانه های مختلف هر روز دارن یکی پس از دیگری تعطیل میشن، اعتصابات، وضعیت رو نگاه کنید. یعنی باور کنید هیچ دیوونه خونه ای هم متاسفانه مثل وضعیت فعلی ایران نیست، چون کسایی که حاکمن خودشون فکرشون تنظیم نیست و عادلانه فکر نمی کنن، منصفانه فکر نمی کنن و فکر نمی کنن که این افرادی که الان در جامعه دارن زندگی می کنن در چه شرایط بدی دارن به سر می برن. واقعا خط فقر و اینا یه زمانی می شد گفت، الان همه مردم وضعیتشون بده، همه. به خدا قسم من با دوستایی در ایران در ارتباطم که حالا تا چند سال قبلم وضعیتشون خیلی خوب بود، الانم به لحاظ اقتصادی وضعیتشون خوبه، ولی اونا هم دارن مینالن، اونا هم میگن بابا ما دیگه نمیتونیم، ما دیگه نمیتونیم. خب حالا چه برسه به کارگر بدبخت بیچاره، به کولبر، به سوختبر، اینا باید وضعیتشون چی باشه؟ امیدوارم هر چه زودتر و هر چه سریعتر وضعیت مشخص بشه و مردم از این همه گرفتاری که دارن نجات پیدا کنن. نکته دیگه که باید داخل مسئله مهاجرت بگیم این هست که کسانی که از ایران مهاجرت میکنن، به خصوص از کشور ایران مهاجرت میکنن، معمولا برای خودشون یک مدینه فاضله در اون ور مرزها تصور میکنن و میخوان برن به اون مدینه فاضله برسن. توی همین بخش از این مستند سربستان که با هم دیدیم بلیت یک طرفه، اینو کاملا مشخص بود که چقدر فشارها سخته برای کسانی که واقعا مهاجرت میکنن. حالا اگر یک نفر، اینو هم باید بهش حتما بپردازیم، کسانی که از ایران مهاجرت میکنن بسیاری از اونها پشیمون میشن به خاطر اینکه شرایط پناهندگی توی کشورها سخت هست. اگر کیس مناسبی نداشته باشن، اگر وضعیت مناسبی برای پناهندگی، اگر سرمایه مناسبی نداشته باشن، اگر بیگدار به آب بزنن، تشریف ببرن یه کشوری که نمیدونن، بگن خب ما از اون نقشه میریم از این کشور، از این کشور، به قول دوستمون میگه که حالا نداریم، که نداریم ویزای راه بالاخره پیدا میکنیم قاچاقی میریم، تمام اینها خیلی سخت هست. شاید برای یک نفر که از مرگ داره فرار میکنه، از سوریه داره فرار میکنه، از بمب‌های خوشه‌ای و بمب‌های بشکه‌ای بشار اسد داره فرار میکنه، بی‌ارزه این بدبختی رو کشیدن. اما برای کسی که میتونه توی کشور خودش باشه و جون خودش رو حداقل نجات بده، به این شرایط نمی‌ارزه فرار کردن از کشور ایران. موافق هستید یه بخش دوباره از سربستان بگیم؟ دو دقیقه بیشتر نمونده، حالا اگر جا داره یه تیکه از اون رو فقط ببینیم، اتفاقاتی که امکان داره برای یک پناهنده در خارج از ایران بیفته. خواهش میکنم. امنیت داره،
آبادجان پریشوو تنها کمپ سروستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرن. در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هستند. اونها سه وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن. از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلن لجن میومد و بوی بدی داشت و بعد گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سن سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده. یعنی این آب آشامیدنیه؟ متاسفانه. شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید. بو هم میده یا؟ بله میتونید بو کنید. بو کلور میده؟ بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن. چند دقیقه؟ آب که باید خورد چی کار میکنی؟ حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بز. این آب ها خب برخر به اون اندازه نمیرسه اکثرا. مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست، یک پناهنده این شرایط رو داره. این بچه ایران وضعیت بهتری داشت تا اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم. من فقط این به عنوان آخرین نکته هم این رو پخش میکنم. تعداد آمار که از همون ابتدای برنامه گذاشتیم دقیقا الان من آخرین لحظه به شما بگم چقدر مشارکت داشتیم توی اینجا. دقیقا 1066 نفر مشارکت داشتیم. 1066 نفر مشارکت داشتیم و این بود چقدر اگر میتونستید از کشور مهاجرت میکردید، از ایران میرفتید یا نه. 71% مردم گفتن حتما از ایران میرفتیم، 29% گفتن اصلا از ایران نمیرفتیم. این هم در بین اون هزار و دقیقا همین الانش هم بهتون بگم که موقع من اسکرین شات گرفتم 1100 نفر الان شدن. 1100 نفر در میونه 1100 نفر از کسانی که توی این آمار شرکت کردن 71% از اونها دوست دارن کشور رو ترک کنن، فرار بکنن و 29% میخوان در کشور. دلیلش هم سیاست های غلط نظام ولایت فقیه. شب و روز خوش، خدایا رو نگه دارید. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. که مسلمون یکی خون انسان ها رو حلال کنه. رابط نامشروع سببش خود خون ها داره. نه به نظر من خب اسلام و کلن درست دین برای روی منبر نیست. به جا به اجباری. برای زندگیه. 100,000 سوری خونش گردن کنه. علمای جامعه باید عمل کنن. به خاطر همین شبکه های خراب ماها.